همه با یک نام نشان به دفاعت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و تر بزنان داده گفت که از چه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم گر نروم نیستم با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین در هر کجای جهان که هستند امروز صبح برنامه دوست و همکار عزیزم آقای نوریزاده رو می دیدم بر حسب اتفاقم نمی دیدم چون چند روز بود ایشون غیبت داشتن خیلی نگران شده بودم اینها تا اینکه امروز دیدم خوشبختانه در سفر بوده و من از اون نیستم که بگم داشتم میگشتم همینجوری برای حسب اتفاق نه اراده بکنم تصمیم بگیرم کاری رو میکنم بدون اراده و بدون تصمیم هیچ کاری نمیکنم خلاصه برنامهش رو دیدم و دیدم مطلب بسیار بسیار مهمی رو ایشون مطرح کرد و به نظرم میرسه که حرف درستی هم بود در رابطه با همین به ویژه
منشور جنبش سبز و این که ایشون گفتن، یعنی حقی که آقای نوریزاده برای آقای موسوی و آقای کروبی قائل هستن، درست همون نگاهی است که ما داریم به مسئله، با یک تفاوت، و اون تفاوت اینه که بنده بر این باورم که جنبش سبز یک مشخصاتی داره و یک ویژگی هایی داره. من عادت ندارم که عملکرد کسی رو، دستاورد کسی رو مصادره بکنم، چه ما خوشمون بیاد، چه ما بدمون بیاد، چه ما دوست داشته باشیم، چه ما دوست نداشته باشیم. این جنبش سبز حاصل اتفاقی است که آقای مهندس میرحسین موسوی و آقای کروبی باعث و بانیش بودن. حالا برخی از دوستان اومدن میگن که آقا ما سبز براندازیم. من قبول ندارم. من این رو نوعی مصادره ی دستاورد دیگران میدونم. حتی میگوین ما سکولار سبز هستیم. آقا چرا سبز؟ برید آبی بشید، برید قرمز بشید، برید درشکی بشید. این سبز، یا آدمی به نام میرحسین موسوی اومده رفته تو انتخابات شرکت کرده، رنگ انتخابی تو وزارت کشور سبز بوده، بعد این شده نماد انتخاباتش، ستادهای انتخاباتیش، بعدم باهاش مونده. مطلبی که دوست عزیز من نوریزاده میگفت از این جهت درست بود که میگه آقا ما کاری نکردیم، ما مانیفستی درست نکردیم، ما منشوری رو بیرون ندادیم. خب آیون دادن و با نقطه نظر خودشون هم مطرح کردن. این به نظر من حرف درستی است. بعد هم اضافه کرد که اتفاقا من هم در جریان هستم که تعدادی از دوستان، من دیشب تا نیمه های شب بنده داشتیم با یکی از رفقا راجع به همین موضوع صحبت میکردیم، تعدادی از دوستان قرار است که جمع بشوند در داخل و خارج از کشور و به قول معروف یک مخرج مشترک همون حرفی رو که ما مدت هاست که صحبت کردیم پدید بیاره. اما اختلاف نظری که الان وجود داره بین بنده و سایر دوستان، بلکه نوریزاده، به صراحت من میگم اگه شما فکر بکنید نوریزاده حاضر این رژیم رو در هیچ شرایطی تحمل بکنه، محاله. همچی چیزی من باورم نمیشه، به خصوص که شما میبینید پرچم سرنگ شیر خورشید همیشه پشت سرشه. و پس ایشون نمیتواند دنبال اصلاحات در رژیم باشه. مطلبی هم که امروز گفت نشوندنده این است که ایشون به طور کلی منشور آقای کروبی و آقای موسوی رو قبول نداره، نمیپذیره. یعنی اصول حداقل بخشی از اون چیزهایی نیست که ایشون میخواد. حالا در تا اینجاش ما با هم همه با هم توافق داریم، از اینجا به بعد ما خط کشیامون جدا میشه. ببینید من میفهمم رسانه های بین المللی، CNN، نمیدونم باراک اوباما، هیلری کلینتون، نمیدونم اینا همه آمدن جنبش سبز، خواننده های خارجی آمدن جنبش سبز، فلان، اینو میفهمم که الان دنیا این جنبش رو شناخته، دنیا بهش اهمیت میده. اما اینی که تعریف من درآوردی برای جنبش قائل بشم، اینو نمیفهمم. من معتقدم جنبش سبز با آقای موسوی شروع شده، کردیتش هم با آقای موسویه، و جنبش سبز خواهان اجرای بی کم و کاست قانون اساسی جمهوری اسلامی. هر کی هم هر حرف دیگری بزنه، حتی اگر حرفش هم درسته، ولی این تو قالب جنبش سبز نمیاد. چرا؟ به چه دلیلی بنده حق دارم یه شاخه تو جنبش سبز درست بکنم؟ کی این حق رو برای من قائل شده؟ به چه مناسبت؟ خب شما ملاحظه میکنید الان این شورای سبز امید که معلومم نیست کی هست، حالا اینا به خودشون مربوطه، بیانیه هایی میده، از جمله همین منشور رو منتشر کرده که اتفاقا دیروز دیدم که دو نفر از فرهیختگان سیاسی، آقای دستمالچی و آقای امینی،
آقای محمد امینی و پرویز دستمالچی یک مقاله بسیار بسیار چیزی رو برای بنده فرستادن توسط یک دوستی برای من فرستاده شده که بسیار نکات قابل توجهی رو در این مقاله این دوستان متذکر شدن و خواهش میکنم که اگر ممکنه بله نامه ایست خطاب به آقای موسوی و آقای کروبی و اعتراضاتی که در این منشور مطرح کردن و از جمله گفتن شما بسیار تضاد دارید در این منشور، تناقض دارید، از یک طرف به حقوق مردم اشاره میکنید، از یک طرف به اجرای قانون اساسی. این قانون اساسی که خوب دقت کنید خانم ها آقایان، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی میگوید یک مجلس 200 و چند نماینده مردم که میان تو این مجلس مینشینن، خب اینا منتخبین مردمن، پس این حاکمیت مردمه تا اینجا. اما میگه مصوبات این مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسه. حالا شورای نگهبان کیه؟ شورای نگهبان یا مستقیم یا غیر مستقیم منتخب رهبره، منصوب انتصابیان، انتخاب مردم نیستن. یعنی 70 میلیون جمعیت کشور یک طرف، اینا میان 200 نماینده تعیین میکنن، میرن تو مجلس میشینن، این نمایندگان مردم چیزی رو تصویب میکنن یا رد میکنن، اما شورای نگهبان که اکثریت قریب به اتفاقش منتخبین خود آقای رهبر هستن میتونه اون رو لغو بکنه. یعنی یک نفر به نام رهبر، به نام ولی فقیه، قدرت و نفوذ رأیش از این 290 تا بیشتره. بعد میگه خیلی خوب، حالا اگر بین این دوتا دعوا شد، دعوا رو ببرن به مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز مجمع تشخیص مصلحت نظام هم منتخبین رهبر هستن. شما با یه همچین مکانیزمی، بعد آقای موسوی میاد میگه آقا من این ببینید خیلی خوب آقای دستمالچی و آقای امینی در این مقاله بسیار روشن تشریح کردن، نوشتن نخستین گرفتاری این مجلس مبتنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی در این است که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. آقای موسوی میگه قانون اساسی اصل 93 میگه مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار نداره. این اصل 93 قانون اساسی. اما این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتبارند؟ به اعتبار اصل 92 قانون اساسی، یعنی همون قانون اساسی که جناب موسوی میگویند، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی. چی شده اینی؟ متاسفانه مثل که اشکال فنی پیش آمده چند لحظه. بله چی هست اصلا آخه؟ چی اصلا؟
بینندگان عزیز، خواهش میکنم اگه تصویر ما رو از طریق ساتلایت میبینید لطفاً به ما اطلاع بدید. 818-882-5300. خواهش میکنم تلفن رو بذارید روی صفحه 818-882-5300. اگر تصویر ما رو از طریق، نه کامپیوتر نه اینترنت، اگر از طریق ساتلایت میبینید به ما اطلاع بدید. هنوز تصویر اینجا نیومده؟ بله، خواهش میکنم اون موزیک ویدیو رو پخش کنید. خب الان اجازه بدید. الو بله. الو جانم. الو سلام. ما الان آقای شرمهانی گفتن اگه تصویر ما رو میبینین بگین، ما از طریق ساتلایت تو آمریکا تصویر رو به خوبی میبینیم. تصویر رو دارم میبینن. خیلی ازت ممنونم. الو بله. الو جانم. آقای ممنون، سلام عرض میکنم. سلام عزیزم. تصویر شما در فلوریدا خیلی عالیه. خیلی ممنونم. خب وردن شما تلفن ها وردن. آقای باقری، آقای باقری تصویر میگن میبینن مردم، دیش خودتون خرابه. خب به هر حال مثل که شما دارید میبینید، خوشبختانه ما اینجا ساتلایت برگشتمون اشکال داره. آقای تلفن ها رو وردن، تشکر کنین دیگه زنگ نزنن. بله خب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. به این ترتیب ملاحظه کنید، پس یک بر اساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی زمانی اعتبار داره که شورای نگهبان وجود داشته باشه. حالا ببینیم این شورای نگهبان کیه و چی میگه. اما این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتبارند؟ به اعتبار اصل 92 قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1. 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2. 6 نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. اما رئیس قوه قضاییه خودش منتخب رهبره، یعنی رهبر 6 تا رو خودش انتخاب می‌کنه، یه رئیس قوه قضاییه رو انتخاب می‌کنه، بعد به این رئیس قوه قضاییه میگه 6 تا رو تو انتخاب کن، این 6 تا رو می‌فرسته مجلس. در چنین حالتی اساساً این مجلس چه اعتباری داره و شما با این قانون اساسی چگونه میتونید حاکمیت رأی مردم رو صیانت بکنید؟ به خوبی این دوستان ما در این مقاله بعد عرضم به حضورتون که بله، به عبارت دیگر 290 نماینده منتخب مردم در یک سو، 4 فقیه یا مجتهد منتسب یا منتخب رهبر در سوی دیگر، حق قانونگذاری نهایی با 4 نماینده فقیه است و نه نمایندگان برگزیده ملت. این واقعیت که بر پایه اجرای بی تنازل قانون اساسی استوار است، به زبان ساده سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری است. خانم آقایون، این که آقای موسوی پایداری کرده، این که مثل آقای محسن رضایی نرفته معامله بکنه، این که مثل آقای احمدی نژاد عمل نکرده، سر جای خودش محترم، قابل احترام. ولی ما باید برای سرنوشت مملکت خودمون نگران باشیم. ما باید به دستگیری و سلب حقوق شهروندی آدمی مثل آقای موسوی اعتراض بکنیم، اصلا تردید نکنید. اما بنده به هیچ عنوان تصور نمی کنم که بشود در زیر پوشش آقای موسوی به حاکمیت مردم دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون ایشون 8 سال نخست وزیر رژیم جمهوری اسلامی بودن. اصلا من به اون کشدار و اینها کار ندارم. عرض من این است که ایشون به بافت و ساختار این نظام معترض نیستن. به آدم هایی تا الان هم حتی نسبت به آقای خامنه ای ایشون اعتراض نداشتن، به مقام ریاست جمهوری معترض بودن. اما اینی که ما بخوایم
این جریان رو به نفع خودمون مصادره بکنیم، بگیم حالا ما بریم خودمون رو قاطی کنیم بریم ما نه من اهل این کارا نیستم. چیزی که من معتقدم خانم ها آقایان، ما احتیاج به یک اصولی داریم که با این اصول محکم بهش بچسبیم، هر کی هم به این اصول معتقده باهاش هم پیمان بشیم. من میپرسم از دوستان هم رزمم، آیا مخرج مشترک میشود پیدا کرد بین یک گروه برانداز و یک گروه اصلاح طلب؟ خب در اصل این دوتا جریان با هم مخالفن. برانداز میخواد این اصلاح طلب هم، حالا اتفاقا بیژن مهر با من صحبت میکرد، این واژه برانداز یک خشونتی درشه. نه من منظورم به هیچ وجه جنگ مسلحانه و نمیدونم توسل به خشونت نیست، منظور من رفتارهای مدنی است، رفتارهایی است که جامعه متمدن میتونه بهش متوسل بشه. اما امروز براتون یک دستاورد هم دارم، یک ایمیلی برای من اومده، میخوام بهتون عرض بکنم که متاسفانه بازی کردن ما با اصول و پرنسیپ هامون، با همه چیمون، با وطنمون، با دینمون، با مذهبمون، متاسفانه ما رو به یک مرحله بسیار بسیار خطرناک رسونده. متاسفم این رو عرض بکنم، در حالی که بسیاری از ما شعار وطن دوستی وطن پرستی میدیم، اساساً با معنای وطن بیگانه ایم. در هیچ کجای دنیا شما نمیتونید یک کشوری رو پیدا بکنید که خودش دچار مضیقه مالی باشه، 80% مردمش زیر خط فقر زندگی بکنن، بعد این کشور بیاد برای فلسطین، برای نمیدونم جنوب لبنان، برای کجا و کجا و کجا هزینه بکنه، 600 هزار دلار نمیدونم چند میلیون بده به آقای کرزای در افغانستان، یا بره تو عراق اون تأسیسات رو بکنه، یا چیزایی که شما میدونید. هیچ جای دنیا همچین چیزی سابقه نداره که مردم یک کشوری شب توی خیابون بخوابن، دولت اون کشور پول اون کشور رو ورداره و اینجوری خرج بکنه. این بی نظیره، بی سابقه است. یک. دو، ما در مورد دینمون هم همین رفتار رو کردیم. ببینید اسلام به عنوان یک دین، به عنوان یک مکتب وارد ایران شده، اما بسیاری از ما درسته که ظاهرن این دین رو پذیرفتیم، اما خودمون براش یه قاعده درست کردیم. این همین جریان سبز، این همین جریان جنبش سبز، میگیم آقا جنبش سبز عالی ولی موسوی نه. نمیشه آقا، این جنبش سبز و موسوی به هم گره خورده. هرچی موسوی میگه از جانب موسوی، هرچی میگه از جانب جنبش سبز میتونه بگه، من نمیتونم بگم، حتی شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه بگه. این جنبش با آقای موسوی باید این خطکشی ها رو شفاف تو جامعه مطرح بکنه. به همین دلیله امروز میخوام متن گفتگوی یک استاد و دانشجو رو براتون پخش بکنم. خانم آقایون، غم انگیزه در یک کشوری که ادعای اخلاق میکنه، در یک کشوری که ادعای دینداری میکنه، شما نگاه بکنید خواسته های یک استاد رو از یک دانشجو، با هم نگاه کنیم. سلام. حالا خودت میدونی اگه باشه من ببین چیزی در مطمئن
بفرن اینجا دو ساعت مثلا بگم چرته یا اینو اینو نه من کمکت میکنم با من روز باشی کمکت میکنم خب روز چجوری باشم من که روز سرم بهت میگم من چون دل که بده سرم فکر ندارم ببین تو با من روز باشی من حقیقت میگم تو حرف خودت میزنی اگه با من روز باشی من هستم در خدمت نباشی نه خودت خب روز باشی یعنی چی؟ حالا خودت باید بدون دیگه یعنی چی؟ خب روز باشی من نمیفهم به قرآن من شد نه اگه افواه هست من در خدمتون هستم نه نه خب من باید چی کار کنم نمیدونم راحت میشه راحت هر جور که راحت چی کار کنم اگه اطمینه من ترم آخرم باید این خراب شده برم پدرم اگه چیز برسه پدرم من خود دیگه اجاز نمیدم نه من برات کمک میکنم ببین ترم گذاشتم برات کمک کردم تو اون کارو کردی کمکت نکردم اون درس رو افتادی خودت هم که دیدی بخواد این با من اجاره برگشتم یه کسایی دو سه گرفته بودی برات گفتم ده بده ولی تو بزرگی خودت نشون دادی آقا اسمعیل زاده من بهت کمک کردم ولی تو بالاخره خودت رو زدی به اون راه من آقا اسمعیل زاده تو هر روز اول به من گفتی چی گفتی من اصلا چیزی نمیخوام حتی امروز آقا اسمعیل زاده دیگه زدم به سینو فقط اگه قرار بشه کاری هم کنم فقط بین خودمون باشه باشی دیگه من هم اصلاحی این کنید بیر خودم باشی اگه هست من در خدمت هستم چیکار باید بکنم؟ فردا را برات راحت در مراقبش رو چیز میکنم بشنی عوض کنی یا طرف رو بیرسی میشه سوال رو به من بدی؟ اون سوال ها رو جمعه برات میدم اون هم سوال ها رو نمیدم اون سوال ها رو یه جایی با هم میشین برات میگم هم میکنی یا حتی میتونم برات برارش هم بگیرم بیارم که نویسی اونجا ما خودم ببرم برات ببین نه نه 11 امتحان دارم با 14 هم امتحان 11 رو میخوام هم امتحانی که 2 تا 14 دارم ببین الان 2 تا 14 برات مراقبه هاش میارم خب بقیهش هم خودم اونجا کمکت میارم خودم هم نبودم مراقب بود نمیتونم من چی بلد نیستم و به اسم بلد نیستی تقلب بنویس بیار اونجا یا اون کسی که بابا مگه تئوریه بابا اقتصاد کسی بعد اقتصاد کلانه من برست ورق عوض میکنم ورق عوض میکنه بچه خوده بچه های چون جهاز خوب نمیشن برست چهارده هم جمعه یا پنجشنبه شب با هم بیشیم اون رو کمکت میکنم سوال ها رو تو میکنم فقط اون چند تا سوال جدی اونها رو یاد میگیری و مینویسی میبری اونشون هم مالی هم چیز هم هم مالی و همون یه چی داره بعد من باید که چیز کنم برای شما خوب دیگه مگه نمیده پنجشنبه هم موقع الان کجا هستی؟ من که الان فرقونه دوستم هم مالا نه حالا مره نمیشه مثلا 15 هم چیز کنه یا 14 هم بعد از امتحان نه الان میشه نیشه حرف منو قبول نداری؟ ببین شما حرف منو باید قبول داشته باشی دیگه من حرف شما قبول دارم شما نمیتونم اصلا قبول دارم الان من یه مشکل دارم نمیتونم با تون راحت بشم منظور منو گرفتی؟ من میدونم شما الان میتونید دوست تو بری یه جای دیگه من بیام ببینم اونجا نه اینجا که الان دوستش من بیم درس میخوام و سمینم من شب اومدم کار من نمیمونه جان یه نیم ساعت بر میگردم الان اینجا نمیتونم اگه میشد که میگفتم بیا اگه بریم چیه هستم هستم من بیام کوبشتم میکنم بعد پیش بگو یه نیم ساعت چیز داشته خلاص دوستت میگه خود دخلاشو میگه شکاو من یه نیم ساعت برمیگردم همون شب جمعه یا پنج یا جمعه نه چون شب جمعه هیچ الان میخوای بالاخره الان نمیتونم خونه مردم چی بگن یه من بگم بیارم دوست هم از خونهش منو بیرون نه. کنه شما خودت راحت را راه چی آقا اسم از یه از زنگ مثل من هر روز اینجا چیزی کاری کردم اما دیگه تو خدا اینجوری با مرد نازم به خدا فکر میکنم یه من این کارو نمیگم نمیگم دوست کشون نیست که بگی بره یه نیم نمیتونم من میتونستم گفتم الان بیا دیگه راحت بشم از اول این قضیه چیکار کنم دیگه اعصاب ندارم بخود دیروز اگم گرفت من با شما ازم درد و دل کنم من به شما بگم کمکم کنی شما که دست دیگران داری برخورد میکنی برادر من بس پنجشنبه میام شب یا پنجشنبه یا جمعه نه جمعه پنجشنبه شب میام آره تو پنجشنبه بعد از ظهر همه پنجشنبه از ظهر کجا؟ آره امتحان نداریم اونه پنجشنبه من همه هر کنم دیگه یا خونه شما من یک شنبه امتحان من که خونه ندارم که اینجا من اون روزم بهتون گفتم من ردیف میکنم
برای پنجشنبه رو؟ آره. باش. فقط تنها باشید. خوب پیش قرار میگه کسی هم بیاد. ببین من خودم چیز نیستم که آبی خودم بیرم به هم قاره اینا. من هیچ کاری به اون انجام نمیدم. هیچ کاری. شما مطمئن نیستید. خب من چیکار کنم قیس مایزدارم رو که ازت میپرسم. من هیچ کار کنم. تو باید چیکار کنم؟ یعنی با من ساده راست باشی ساده. من دخترم دیگه از این مالا سر. ببین دیگه تو اینجا دیگه به من اعتماد نداری. من دارم بهت میگم یه فردا نه این بله سن بیاری که فردا شوهرم هم طلاقم بده. من نامزد دارم. ببین دیدی با من صادق نیستی. من اون روز کپی شناسنامه تو بهت نشون دادم موقعی که وام میخواستی بگیری. بهت گفتن نامزدتن اینجا ننوشتی. یعنی خب من نامزد نداشتم. من میدونم. من مجرد من بله برون یعنی درد خواستگاری بوده. تازه اونم تازه است. اینا رو بذار کنار. یعنی چی؟ یعنی من یعنی منظورتونو به من بگی. یعنی چی؟ من نفهمم. یعنی چی نمیزن؟ راحت تایی بگی پنجشنبه میای من بهت بگم. نه 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 اینا اول به من بگی. من به خودم هم شک میکنم. یعنی چی شک میکنم؟ چی رو شک میکنم؟ یعنی شما میگی کپی شناسنامه تو بنشون تو شناسنامه من چیزی نوشته شده بود؟ من اونجا بهت نشون دادم که تو نامزد نداری. همش یه خب. طور دماغ نامزد تحت میزنی. مگه نامزد رو میان تو شناسنامه مینویسن؟ عقد کرده رو مینویسن آقای اسماعیل زاده. نامزد تو سال نامزد چیز نمی کنی شما اصلا. اولا که من دو سال نامزد نیستم. من تازه دو سه ماهه. بگو بهت بگم. بله. ببین سر هر کی هم کلا میخوای بذاری. من سر هیچ کسی کلا نمیذارم. تو انقدر ببین آقای اسماعیل من دارن چوب سادگی نمیخورن. از روز اول اگه گوری بودم الان این بلا سر من به شما اعتماد کردم. من گفتم آقای عسکری مزاحمم. نه یه خواهش آقای اسماعیل زاده. من گفتم آقای اسماعیل زاده. من میدونم ببین اینا رو یکی سر خودت نمیتونه کلا بذاری انسان یکی هم سر من یعنی آقا اسمان زاده میخوان اگه پنجشنبه حاضر شب میای من بهت کمک کنم نمیای نه ببین آقا اسمان زاده سر قضیه آقای عسکری آقای نظیرو میدونم اومدم به شما صادقانه گفتم مزاحمم شدم شکایت کردم دادم به شما مزاحم شدم نه نه شدم ولی من توقع داشتم شما برادرانه با من شاید فردا تو تهرانی دانشگاهی چیزی دو تا کار شما برای من انجام میدادید دو تا کارم من واسه شما ولی ببین اینا میگذره باشه من میام من چون الان دستم زیر سنگه ولی جایی آدم خدا باید ببین من الان مجبورم چون من ترم آخرم ببین یعنی مجبورم من مجبورم چون چرا مجبور نیستم من ترم آخرم یه بار دارم بیاسم بابام دیگه نمیذاره بیام چون من بعد از اگه بخوام مثلا جشن بگیرم دیگه نمیذاره بیام شاید من اینقدر مومنن و اینه نمیذاره بیام دیگه الان نمیدونم حالا حتی چرا من در خط بودم از امتحان کلانم کمکم میکنی من امتحانی که تا پنجشنبه داری کمکت میکنم اون دو تا رو هم سوالات که برای ترجیح میکنم سوالات رو دارم کمک میکنم که اون رو سوالات که به شما نمیدم به دست ما بدم که ببری اینا آها یعنی برگه بمیدم بود میکنم که به هیچ کس نگی و اینا کمکت میکنم تا پنجشنبه شب خب پنجشنبه شب یا خونه رو شما ردی خونم میگم یا من قطعه شما میگم باش پس شما به من زنگ زدم من شارژ تلفنم تمام شد باشه باشه من زنگ زدم حساسون درد نکنم پس سوالای مالی و آمار هم برام میادی دیگه هر روش بنویسم مالی و آمار رو من برات زدم بعد من فردا با استاد تمتی سوال دارم امتحان دارم از تو چیزی نیست مبانیه ولی اونم بگیم بهم گیر ندن چون من قد استرس دارم من اونجا هستم من ردیف میکنم برام حالا هر تو که برم یه چیز دیگه آقا اسماعیل زاده حالا دیگه حرفش پیش اومد آقای رجبیون هم برام چیز میکنین اندازه تو هم باش نه ببین آقای رجبیون دیگه امتحان دادی امتحان دادم نوشتم و نه اینکه ننوشتم نمره کلاسی هم دارم یه شماره شو گیر بیاری من خودم باش ساعت چون من شاگرد خوبش بودم شماره رو برات میدم یک فردا شماره شو بده تا برگاه رو سعی نکرده اگه برگاه هاشو تحویل نگرفته باشه فرجه رو میدم به خودت درستش کنی اگه تحویل نگرفته باشه اگه تحویل گرفته باشه باید شما رو بشید دست دارم فردا پس اینو من میگی چون میخوام تا آره. نمره رو رد نگید دست دارم اگه فرجه رو نبوده باشی فرجه رو میدم یا بردم باشی شما رو بشید درسته باشه دست شما درد نکنه لطف کنجا بخواه پر من فردا منتظر شما هم دیگه جوابش رو به من بدید دست شما درد نکنه بله ملاحظه فهمیدید اون روزی که همین آقای امیرکبیر
امیرکبیر دوره جمهوری اسلامی آمد و خونه ها رو برداشت تبدیل به دانشگاه کرد و هر آدم دوره گردی رو برداشت به نام استاد دانشگاه به این مراکز برد، باید انتظار یک همچین صحنه هایی رو ما می داشتیم. یادمه که از دیرباز اساتید دانشگاه چه مقام و موقعیت و شخصیت و احترامی در جامعه داشتند و چگونه اینها مانند پدر و مادر دانشجویان عمل می کردند. اما متاسفانه ملاحظه می کنید که و ابعاد مختلف این گفتگویی که برای اولین بار منتشر شد، لااقل ما منتشر کردیم اولین بار، ابعاد مختلفش رو ملاحظه کنید. یکی سقوط اخلاقی است که چگونه در مجامع علمی ما مسائل اخلاقی اینجور سقوط میکنه. دوم اما کاهش و تنزل سطح دانشه، یعنی دانشجویانی که به این ترتیب و با این شیوه عرضم به حضورتون میان و مدرک میگیرن چگونه خواهند توانست در جامعه به عنوان آدم های تحصیل کرده معرفی بشن. به هر حال پیش از اونچه که هر اظهار نظری آدم بکنه باید اظهار تأسف بکنه از اونچه که داره میشنوه و میبینه. علو درود بر شما، بفهمید. علو درود بر شما آقای همایون. بفهمید، خواهش میکنم. اون میخواستم یه مطلب به یک جمله بگم و مزاین توی دیگه نشم بیشتر از این. بفهمید. من به نظرم پایه های نابودی فرهنگ و تمدن ما از 30 سال پیش گذاشته شد و همینطور جای جلو میره و فرهنگ ما و تمدن ما داره نابود میشه. با این مطلبی که من دیدم خیلی واقعا اصلا نمیتونم صحبت کنم. خیلی بله. مکشنه شدم. بله. با شما متشکرم. لطف بفرمایید. خواهش میکنم. تنها تلویزیونی هستیم که فکر سیاسی مردم رو روشن میکنید، آگاهی به مردم میدید. اگر افرادی مثل شما بودن در زمانی که میخواست انقلاب صورت بگیره، افرادی مثل شما بودن که مردم رو از رشد آگاهی فراوون به رشد آگاهی عالی میرسوندن، انقلاب صورت نمیگیره. ما نظام جمهوری اسلامی نمیخوایم، قانون اساسی هم نمیخوایم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. ممنونم از شما. خیلی ازتون ممنونم. اون سایت رو ببندید لطفاً. اون سایت رو ببندید. اونو. بله. علو درود بر شما، بفهمید. آقای همایون خسته نباشید. در خدمتتونم، بفهمید. عمو محمد شیراز هستم. بله بله، عمو محمد شیراز، درود بر شما. خسته نباشید. ممنونم. آقای همایون جانم. اگه لطف کنید یه چند دقیقه به من وقت بدید. من یه چیزی می‌خوام بگم خیلی به نفع همون. بفهمید، در خدمتتونم. من به عنوان یک برادر شهید ارتش ایران که در جنگ کشته شد، بله، از خانواده خیلی پاک و درست، وابسته به هیچ گروه دسته نیستم، جونم فدای کشورم است. من به خدای ایران، به مردم ایران، به خاک ایران و به همایون قسم، اینقدر به شما احترام میذارم و دوستتون دارم که بهتون قسم میخورم. به پاکی محبت دارید، لطف دارید. ما نمیخواهیم جمهوری اسلامی را، نمیخواهیم چه شق وابسته به شوروی و چینش آقای احمد نژاد و آقای خامنه ای و چه شق آمریکایی و انگلیسیش آقای رفسنجانی و آقای و اون اصلاح طلبا. ما هیچ کدوم از نام نمیخواهیم. ما میخواهیم که ایران یه جمهوری ایرانی روش بیاد. من فکر کنم در این وقت خیلی حساس هست، بهترین حالت اینه که شما تشکیل با تلویزیون هایی که تقریبا همگام خودمون هستن و مثل خودمون فکر میکنن، تشکیل یه دولت موقت بدیم از طریق رفراندوم کامپیوتری از مردم ایران و مردم و ایرانی هایی که در خارج هستن، یه تعدادی رو به عنوان دولت موقت انتخاب کنیم با خواست مردم، نه اونهایی که قبلا خودشون میان کاندید کنن، مردم انتخاب کنن. بله. و شروع کنیم و این که اصلاح طلب ها واقعا نتونن دوباره
این جمهوری اسلامی که به ما غالب کردن دوباره یه جمهوری دیگه غالب کنن. اینو خواهش میکنم هرچی زودتر روش فکر کنیم و این دولت به وجود بیاریم با انتخاب کامپیوتری که خیلی راحت از طریق اینترنت میشه تعداد انتخاب کرد و مردم مثلا همه رو میشناسن. من مثلا دو نفر رو مثال میزنم، مثل آقای دایی و مثل آقای اسانلو، دو نفر شخص مشخص که همه بهش اطمینان دارن و موافهم. مثل شما موافهم. تعداد افرادی مثل اینا که همه به پاکی درستشون اعتقاد دارن. خواهش میکنم این کارو نه الان توضیح میدم خدمت محمد جان، الان توضیح میدم. ببینید اتفاقا حرف شما و حرف نوریزاده امروز تقریبا شبیه همه. اشکال کار یه جیه عمو محمد جان، اشکال کار این نیست که ما عقلمون به این کارا نمیرسه، ما دوچار روزمرگی شدیم. یعنی بنده صبح که میام اینجا میشینم درجه اول فکرم این است که دو تا کلمه حرف، یه چیزی که من بتونم مطرح بکنم، شما بتونید من راهنمایی کنید بیان کنم. دومش حواسم به اینه که این برقه قطع نشه، حواسم به اینه که این ایر تایم قطع نشه. این اشکال وجود داره. ببینید متاسفانه من نمیدونم یک باره میلیون ها دلار پول در زمان اون جنبش سبز از کجا میاد که یه دفعه از برج ایفل تا مجسمه آزادی میشه سبز. ما عمو محمد جان الان گرفتار روزمرگی هستیم، یعنی هر روز داریم میمیریم. برای اینکه ما بتونیم نفس بکشیم واقعا مردم، یعنی همه شماهایی که الان نشستید دارید این برنامه رو نگاه میکنید، باید بدونید این خواست فقط در اختیار خودتونه. شما هستید که اجازه ندید دنیا براتون نقشه بکشه، ولی شما ها باید بخواید، نه شهرام و مایون و دایی و نمیدونم فلان. ما ها عواملی هستیم که بر اساس امکاناتی که شما در اختیار ما میگذارید ما موجودیت پیدا میکنیم. علو درود بر شما، بفرمید. علو درود بر شما آقای همایون. من بابک با اسم مستعار بابک میان تو. خواهش میکنم، سپاسگزارم از خدماتتون. این برنامه که دارید نشون میدید واقعا من تکونی خوردم از این، بگم خدا عمرتون بده که اینو پخش میکنیم. ما افراد ساده ای رو آگاه میکنیم. مثل من با دختری ازدواج کردم که پدر ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و این پدر ایشون اومدن بهش با یک کیسه پول گفتن بیا بگیر پسر منو قبول کن. ایشون گفت نمیخوام، حق تو پسر تو با اون پسری که تو شب و روز تو بدون چراغ داره زحمت میکشه، این لغت ها رو سوزن مثل جدا میکنه انت درس میکنه، فرق تو با اون چیه؟ من نمیتونم یه همچین کیسه پولی رو از شما بپذیرم. اونو خجالت بکش نیاد. یه همچین استادایی بودن و رفتن و بالاخره پدر ایشون مرد بعد از مشکلات فراوانی. من باید بگم واقعا متاسفم که یه همچین استادای آشغالی بعضیاشون اومدن جای این هم که استادای با معرفتی رو گرفتن. ممنونم از شما. ببین دوست من، اصلا صحبت اینا نیست، صحبت یه چیز دیگه است، صحبت معماری، صحبت مهندسی جامعه است. شما اگر این استادم بگیریم الان اعدامش بکنیم، فکر می‌کنید مسئله حل میشه؟ شما فکر می‌کنید مسئله مشکل همین یه آدمه؟ معماری جامعه غلط امروز. شما باید مهندس معمار نوین پیدا بکنید برای معماری این جامعه. و ما مردم نشستیم فقط بزرگترین کاری که میکنیم نق میزنیم که جمهوری اسلامی بده. بابا خود جمهوری اسلامی هم به خدا میدونه که چقدر بده، دیگه اصلا احتیاجی نیست ما بگیم. تمام مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی خودشون بهتر از من و شما میدونن که این نظام چقدر بده. اما اون کاری که ما باید بکنیم چیه؟ اون رو بگردید پیدا بکنید. یک ملتی، یک تاریخی، یک فرهنگی، یک تمدنی در نسل شما، در عصر شما داره زیر آب میره. چجوری؟ با چه زبانی دیگه؟ اون رئیس جمهورتونه، اون رهبرتونه، این استاد دانشگاهتونه. خب اینا رو بذارید کنارم ببینید چی میمونه از این مملکت. و اینم خود ما هستیم، اشتباه نکنید. اون رهبر رو بگید، اون رئیس جمهور رو بگید، این استاد دانشگاه رو بگید، خودمون رو هم بگیم.
ما باید ما چرا ما نباید توان ایجاد یک سازمان قدرتمند سیاسی اجتماعی فرهنگی داشته باشیم؟ چرا نداریم؟ برای اینکه هر کدوممون سر در گریبان زندگی شخصی خودمون هستیم. لحظه چشم باز میکنیم که متاسفانه نه از تاک نشون مونده و نه از تاک نشان. علو درود بر شما، بفهمید. سلام. بفهمید، خواهش میکنم. ببخشید، من میخواستم نظر خودم رو راجع به آقای کروبی موسوی بگم. بفهمید، خواهش میکنم. هیچ کسی از ما، نه من نه هیچ کس، اعتقاد به اینا نداره. ملت مثل غرق شده میمونن که به هر چیزی برای نجات جون خودشون تمسک میکنن. بله، همه ما میدونیم اینا اعتقاد به بقای این رژیم دارن. من. و ما نمیخوایم این رژیمو. من. اعتقاد داریم سرنگون بشه. بله. و الان داریم تمسک میکنیم به وسیله اینا خودمون از این. شما فکر میکنید این کار درستی اون وقت؟ چاره نیست. نه چرا؟ ببین، ما همیشه در طول تاریخ، بانوی عزیز اجازه بده، در طول تاریخ ما متاسفانه مشکلمون همین بوده. میخواییم مسئولیت ها رو از خودمون دور بکنیم، از گردنمون وا بکنیم. یعنی که چی ما چاره ای نداریم جز اینکه اینها رو مستمسک قرار بدیم؟ این بدبختی ملت ایران بوده. اگر اون روزی که بابک خرم دینم، که متاسفم این رو عرض بکنم، او هم همین جور فکر کرد، ابو مسلم هم همین جور فکر کرد، اگر ما مستقیم مثل خمینی فکر بکنیم، مشکلمون حل میشه. آقا من باید شفاف بگم چی میخوام و برای این خواسته تلاش بکنم. شما فکرش رو بکنید آقا. کم و بیش خانواده من و شما اکثرا میشناسید. خانواده گمنامی نیستیم. بالاخره یه داریوش همایونی تومون بوده، یه میزلی اکبرخان داوری تومون بوده، یه عبدالعلی همایونی تومون بوده. کم و بیش شما ها خانواده من میشناسید. بسیار خوب. با خصوصیات خود من هم در طی این سالها آشنا شدید. خب 40 سال سابقه روزنامه نگاری بنده هم پشت این ماجراست. آیا این حق من بیام هر روز بنشینم بگم آقا مردم پول بدید که تلویزیونی باشه که شما اون تلویزیون رو ببینید؟ یه لحظه با خودتون فکر کنید. هیچ کمتون حاضر نیستین این کارو بکنید؟ هیچ کد این رفقای ما که الان تو صدای آمریکا هستن، توی بی بی سی هستن، برای اینکه حاضر نشدن کاری که من میکنم بکنن. این مشکل شما اینن همینه. مسئولیت رو از خودتون دور میکنید، میگید ما چاره، کی گفته ما چاره ای نداریم؟ آقا من استقلال میخوام، آقا من تمامیت ارضی میخوام، آقا من پرچم سرنگ شیر خورشید میخوام، آقا من پرنسیب ایرانی میخوام، آقا من حکومت ایرانی میخوام. از هیچ یک قدم هم از این عقب نمیشینم. ولی فقط گفتن و میخوام میخوامش به درد نمیخوره. باید عمل بکنیم، باید اقدام بکنیم، باید دستامون رو به دست هم بدیم، باید ایجادی قدرت متمرکز بکنیم. و الا خاک بر سر من که تنها راه چاره نجات من و ملت ایران در به قدرت رسیدن آقای کروبی و موسوی باشه. خاک بر سر من شهرام همایون. من نمیدونم اصلا چی میگید شماها. نمیدونم چرا اینقدر از خودتون ناامید شدید، چرا اینقدر خودتون رو باور ندارید، چرا وقتی این دختر بهش چنین پیشنهادی میشه احساس نمی کنید این میتونه دختر خود شما باشه؟ اینو نمیفهمم. نمیفهمم چجوری ما میتونیم ظرف 3 روز 15 میلیون دلار تو لاس وگاس خرج بکنیم، اما نمیتونیم بیایم برای خواسته اجتماعیمون هزینه بکنیم. اینو من نمیفهمم. اینجاست چرا ما میتونیم برای روز عاشورا نذر بدیم، اما برای مقاصد ملیمون حاضر نیستیم نذر بکنیم؟ هی فقط ایراد بگیریم. اینو نمیفهمم. الو درود بر شما. الو
بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون. من کوروش هستم، از سندیاگو زنگ میزنم. آقای کوروش، من دیگه خیلی پشت خط بودم، نتونستم موفق نشدم با شما صحبت کنم. من دو دقیقه صحبت خیلی مهم میخواستم بکنم. شما 12 دقیقه دیروز وقت دادیم یه آقای مخالف دود بر شما، واقعا کلانه دیگه این کارا نمی کنن. صدای آمریکا بی بی سی تا زمانی که یه موافق میاد صداش قطع میکنه، این هم خودش یه ضعفه. یا یه مخالف دولت، موافق دولت میاد قطع میکنه. آدم باید دموکراسی اینه که هم صدای مخالف پخش کنه هم صدای موافق، که خود مردم تجزیه و تحلیل کنن. دیروز اون آقا میگفت که این خانومایی که میان تو عرب کشور عربی خود روشون کنن مقصر کیه؟ خب مقصر معلومه کیه؟ مقصر دولت جمهوری اسلامی. اگر دولت جمهوری اسلامی پول ما رو نده به فلسطین و لبنان و دیگه خرج سوریه کنه، این اتفاقات نمیفته. بعد یه خانم ایرانی مجبور نمیشه به خاطر اولاد اون خودفروشی کنه. الان شما تو کشور باکو در بایجان، نمیدونم میدونی یا نه، کمیته امداد خمینی تو 20 شهر باکو 20 شعبه داره. من خودم چند سال اونجا زندگی میکردم، رفته بودم میگودم تو خونه های با کمال کشور آذربایجان عکس خامنه خمینی هست، ملت میبوستن فلان میکنن. گفتم این چه؟ گفت مثلا چیکار کردی؟ این مرمه خونه همو دور کرده. این تبلیغات اینجوری میکنه دولت جمهوری اسلامی تو این کشور حاشیه مال این آسیا میانه، بقیرم دوست پیدا کرده. ولی نمیدونم که این پولای نفت منه. این یکی تمام مشکلات ما برمیگردیم که دولت جمهوری اسلامی اینجوری پولا منو بچه‌های منو میده. من خودم یه پرنده سیاسی هستم، 7 سال از ایران زدم بیرون. و یه مسئله برای این جنبش سبز میخواستم بگم که خیلی این برادران ما، این عزیزان ما، یه اشتباه بزرگی هست. این که این آقای کروبین یا آقای موسوی که الان شده سمبل زیبایی شدن، سمبل قدرت، همین آقای کروبی وقتی که رئیس حج بود، وقتی رفتن تو جمعه خونی جمعه سیاه تو عربستان، همین آقای کروبی با آقای وزیر شاه آقای مصوبی اعلام کردن بگن که تبت ید و عبی لحب پویده باید دست فقط. مردم انداختن جلو کشتن، خودشون هم فرار کردن رفتن تو هتل، تو تظاهرات شرکت نکردن. بعد اومد آقای خمینی گوبگوبی شده، ایشون از چیل حج برداشت کرد رئیس بنگه شهید. بعد رفت از لن شهید رجایی و شهید چنگوان خواستگاری کرد که سیغش میکنه که اون کسافتکاری که نامه دادن به خمینی اونجا هم برداشت. که حتی همین آقای کروبی تو رئیس بنیاد شهید یه زندان خصوصی داشت که هر که حرف میزد اونجا بازداشت میکرد. بعد همین آقای کروبی $300,000 رشوه گرفت که تو اون قضیه شهرام جلالی که همه میدونن که حتی برادر بزرگی آقای حاجی خامنه ای هم تو اون چیز بود $200,000 پول گرفته بود. اینا مملکت قانون عوض کردن اصلا. اینا سین رشوه. بعد گفتم که من پول هدیه گرفتم. نه چه هدیه گرفتی؟ اینا این پول گرفتن قانون من از صادرات رو چیز کردن که آقا شهرام جلالی بتونه از دیگه زمانت با خیلی ازت سپاسگزارم. خیلی ممنونم دیگه، خیلی طولاش. من اینا همه رو مردم میدونن، تمام اینا رو چیزاییست که تاریخ معاصر دیگه، در طول همین چند وقتیست که با هم داریم زندگی میکنیم. اینا به اشکال اونجا نیست. نوریزاده حرف قشنگی زد، آقا اشکال از ماست. ما باید به خودمون بیایم، ما باید به جنبیم. ما که نمیتونیم یک سقف رو نگه داریم، حق خامنه ایست که بیاد، حق موسوی ایست که بیاد. آقا روحانی که میشینه مردم دسته دسته اسکناس براش میبرن با دیروز براتون گفتم، پریروز بود گفتم ما اینجا میشینیم میگیم مردم پول بدید این تلویزیون رو نگه داریم که خودتون ببینید. روحانی میشینه اونجا، شما زودتر میدید فطریتون رو آماده میکنید که مبادا خرج بشه، میبرید بهش میدید. این فرهنگ رو باید برید درست بکنید. گفتم از اینی که ماهی بگیم موسوی، بگیم کروبی، بگیم خامنه ای، بگیم مرتضی، آقا همینه اصلا داستان اینها، همینه. بله بله. الو درود بر شما، بفهمید. سلام علیکم، من اینها از هلند زنگ میزنم. از هلند بفهمید، خواهش میکنم. الو، شما خسته نباشید. ممنونم از شما. ببخشید آقای سلام، یه سری سوال بخوام بگم. ما هیچ نباید ملت امیدی به کروبی موسوی داشته باشیم. خواهش میکنم اینها رو اصلا از روی بده خارج کنیم. ما نباید. خیلی خب، ببین عزیزم، خارجشون میکنیم. به کی امید داشته باشیم؟
عزیزم به کی امید داشته باشیم؟ به خودمون؟ خودمون کجاییم؟ خودمون کی هستیم؟ این تلویزیون ماهی 120 تا 150 هزار دلار خرجشه. شما ببینید من با چه مشقتی باید 100 دلار 100 دلار 1000 دلار 1000 دلار پول از شما بگیرم که این تلویزیون رو نگه دارم. خب یه جای استاپ میکنم، یه جای میبرم، یه جای با خودم فکر میکنم برای چی؟ چرا؟ کجا هستند این ملتی غیور و شرافتمند و متمدن؟ اینا کجان؟ کیان؟ اگر نیستن خب موسوی هست، اگر نیستن کروبی هست، اگر نیستن خامنه ای هست. راسکوف نوریزاده میگه آقا شما کجا نشستید یک منشور درست کنید؟ چرا ما نتونستیم تا حالا یک منشور بدیم که چی میخوایم، دنبال چی هستیم؟ الو درود بر شما، بفهمید. سلام عزیزم، خسته نباشید. در خدمتتونم، بفرمایید. خواهش می‌کنم 4 تا مورد کوچیک رو در 4 مورد برات بفرمایید. خواهش می‌کنم، سعی می‌کنم ساده و کوچولو بگم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سال 88 65% مردم ایران جوان بودن. بله. خسته و دلشکسته. اولین سخنم با آقای سازگار است. بله. مردی که بسیار بسیار بهش احترام می‌ذارم و فکر می‌کنم پر از عشقه. بله. این جوان ها خسته و دلشکسته در سیاهی بی امید و فردا غرق شده در مهمترین مطلب هویتی، بی ایمانی، بی عشق، بی نشاط برای ادامه زندگی و آماده انفجار، انفجار، انفجاری بسیار 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 بزرگ. جناب سازگارا، استکبار بی نهایت قدرتمندتر از اونی که شما میدونید. همه کس رو به بازی میگیره، حتی افرادی پر از عشق مثل شما رو، مخصوصا متفکرانی پر از عشق مثل شما رو. دوباره بازنگری بکن به اون چه که امروز بهش فکر میکنی، بهش ایمان داری، یا ایمان احتمالا ایمانت هم یه خورده سوس شده. در برنامه امروز آقای سازگارو گفتی که پلاکارد‌های ما گرسنه هستیم در سفرهای رفسنجانی بوده. هیچ توجه نداشتی که رفسنجانی حدود 2 هفته پیش انتقاد کرد قدرت‌های منطقه رو که نمیذارن مردمشون آزاد باشه. یک دفعه این پلاکارد اومد بیرون. چقدر شما رو میتونن با این حرفا بازی بدن و فکر کنیم که شما آوچ آزادی شد و همچه پلاکاته بدتری هم بود در اون دیدار آخر آقای احمدی نژاد در ایلام. حالا بعد روی سخنم با آقای نوریزاده. آقای نوریزاده، بایستی دیر یا زود بیاید به مردم صحبت کنه، بگه من جوان بودم اشتباه کردم. آقای نوریزاده اشتباه کرده. 32 سال پیش مدارک بسیار مستند بسیار مشخص از ایشون است. بایستی بیاد بگه آقا جوان بودم اشتباه کردم، تحت تاثیر قرار گرفتم، امروز دارم میجنگم برای آزادیتون، امروز اون اشتباهاتم رو پذیرفتم، میخوام کمک کنم به آزادیتون. و بعد برمیگردم به خود شما جناب شهرام آقایم. 2-3 هفته پیش شما هم شدید، یا 3 هفته پیش یا 4 هفته پیش دقیقا نمیدونم، خود شما هم شدید تحت تاثیر قرار گرفته بودین با اون تماس هایی که با رابطه های اون گروه سرد در ایران داشتین و توی تلفناتون تماس های مستقیمتون حتی با خود آقای نوریزاده. ولی به هر حال من نه اجازه بده میشناسم، میدونم که اجازه بده. ببین عزیز من، اشکار ما مردم این است که عادت داریم جملات رو کامل نمیشنویم. الان هم اگر جنبش سبز تظاهراتی بذارد در خیابان، بنده وقتی اصولی باشه، به عنوان مثال برای مثلا روز جهانی زن باشه، بنده با تمام قدرت از اون تظاهرات حمایت میکنم. اینو شما اشتباه در صداقت در نه اصلا اینا رو باید خط کشی کنی. اما ولی لحظاتی رو دوچار اشکال شدی وقتی تماس گرفتی با
کسانی که نماینده های اون دو نفرن. نه باش نماینده نفر جنایتکارن. عزیز من، اولا تشخیص اینی که جنایتکار هستن یا نیستن نه با من نه با شما، این با دادگاهه. این ما باید یاد بگیریم این سنت جمهوری اسلامی رو از خودمون باید دور کنیم. آقا ما جنایتکار غیر جنایتکار رو دادگاه تعیین میکنه، کما اینکه شما الان در مورد نوریزاده، آقا نوریزاده یه خبرنگار بوده، رفته گزارش کرده که تیمسار رحیمی رو اعدام کردن، این اشتباه کرده یا درست رفته یا درست نرفته، این چه ربطی داره به خبرنگار؟ همه جا باید باشه. بله. آقای نوریزاده فقط حکایت تیمسار چیکار کرده؟ آقای نوریزاده چیکار کرده که به هر حال ببینید، من امروز برای آقای نوریزاده بسیار بسیار ارزش قائلم و این چیزی که گفتم فقط به خاطر خود ایشون. نه عزیز من، برای چی ایشون معذرت چی معذرت میخواد میکنه؟ من نمیخوام مطلقاً محکومش بکنم یا اینکه بگم، منتها میگم صداقت این که آدم بیاد بگه در زمانی اشتباه کرده، اشتباه تشخیص داده شرایط، نه تشخیص اشتباه که ایشون نکرده. آقا ایشون خیلی خوب، ایشون ده دفعه تو خیابون رفته بودیم عزیزم یه اجازه بده. ببین شما وقتی میافتین روی صحبت کردن دیگه اصلا مهلت هم نمیدین که فکرام نمیکنه بابا یه برنامه سازی اونجا نشسته برنامه مال اونه. ایشون 10 بار راجع به این موضوع تا حالا صحبت کرده که آقا منم جوان بودم مثل همه، منم اشتباه کردم. خب این چی دیگه، حالا بعد چیکارش بکنیم؟ بعد اعدامش بکنیم؟ بعدم یه خبرنگار بوده رفته اونجا گزارش تهیه کرده، مپس هم اینجوری نرید جلو. اگر شما بخواید از اینجا قصاص رو آغاز بکنید، مطمئن باشید خود شما هم تو خونتون امن نمیمونید. الو درود بر شما، بفهمید. الو سلام آقای همایون، در خدمتتونم، بفهمید، خواهش میکنم. آقای همایون من دیروز به شما زنگ زدم، شما 2 بار منو قطع کردید، دفعه سوم هم قطعتون میکنم برای اینکه خانم خیلی بد زدید. خانم عزیز شما از سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی بدترین. تموم شد فرمایشتون؟ بله من حرفم تموم شد. اگه طرفتون تموم شد پس تموم شد، من با شما هیچ بحثی ندارم، برای اینکه معتقدم شما یک دانشی رو ندارید، یک عده‌ای یا شوهرتون یا کس دیگری کسان دیگری شما رو میفرستن روی خط تا یه مسیر گفتگو و مسیر برنامه ما رو تغییر بدید. بنده با نهایت احترام شما رو قطعتون میکنم، چون به شهادت بچه‌های بیننده های ما من به قدر کافی با شما صحبت کردم، ارجاعتونم میدم برید این منشوری که دارید ازش حمایت میکنید رو بخونید، کمک بگیرید از کسی که فارسیش خوبه و بتونید قضاوت درستی بکنید. الو بفهمید، خواهش میکنم. آقای همایون بعد از شما بخیر، من رضا از لس آنجلس میخواستم قدردانی کنم از اون ویدیو کلیپی که گذاشتین در مورد این استاد دانشگاه. من یه پیشنهادم میکنم که از این ویدیو کلیپ های هست مال این آخونده که میرن بالای منبر که میشینن واقعا که چقدر چرند و پرند میگن، برای این برای اونای خوبه که هنوز میشینن 5 رکعت در روز نماز میخونن و حداقل یه کمی هنوز عقیده دارن که اسلام برای خوبیشون اومده. و یکی دیگه اینم که میخواستم بگم که اون آقای نوریزاده و آقای سازگارا و آقای موسوی اینا همون آخوندهای هستن ولی بدون پشت عمامه و کت و شلوار میرن قایم میشن. خیلی ممنون. ببین اصلا بحث ما الان آقای نوریزاده و آقای سازگارا نیست، دو تا آدمی هم دارن کار خودشونو میکنن، ما بحث بزرگتری داریم. نقش ما، آقا رضای عزیز من از لس آنجلس، ما نقشمون چیه؟ ما کجا نقشمون رو بازی میکنیم؟ خب ما میدونید که فرصت کمی داریم، برای من مجبور شدم من برنامه صبح هم یه مقداری راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم. امیدوارم ما بتونیم امروز حداقل اون بنویسید 18703 دلار از این رقمو 18773 دلار 18073 بتونیم. متاسفانه فرصت ما برای اون سکه ها به قیمت 349 دلار دیروز بود و تونستیم 31 از اون 100 تا سکه رو به فروش برسونیم. هرچی من از تو سعی کردم تماس بگیرم با این زرابخانه، متاسفانه موفق نشدم که ببینم میتونم این مهلت رو تمدید کنم یا نه. متاسفانه تا الان موفق نشدم، پس به این ترتیب دیگه نمیتونیم از اون سکه ها استفاده بکنیم. ولی
اون شاهنامه فردوسی که برای نخستین بار من این رو توضیح بدم، به همت تلویزیون کانال یک کل شاهنامه فردوسی روی 133 تا سی دی فراهم شده که شما میتونید این سی دی ها رو تو 133 روز گوش بدید، توی ماشینتون، توی منزل بذارید و گوش بدید. تمام شاهنامه، اصلا چیزی که شما این سالها همیشه راجبش حرف زدید و ولی کمتر ازش اطلاع داشتید، میتونه به صورت شاهنامه گویا براتون مورد استفاده قرار بگیره. دو جلد کتاب هم همراه این شاهنامه میاد. مجموعه این شاهنامه یعنی 133 تا سی دی به اضافه دو جلد کتاب، اگر میخواید به پسرتون هدیه بدید، اگر میخواید به دامادتون هدیه بدید، اگر میخواید به عروستون هدیه بدید، من فکر میکنم این بهترین هدیه نوروزی میتونه باشه. این قیمتش هست $399، اما ما برای کمک به تلویزیون یه تعداد محدودی از این رو که داشتیم الان گذاشتیم به قیمت $199. 133 تا سی دی به اضافه دو جلد کتاب، دیگه خودتون فکر بکنید دیگه این چقدر میتونه یک کار بزرگی باشه و میتونه یک هدیه مناسبی باشه برای این ایام نوروز که شما به عزیزانتون بتونید هدیه بدید. خواهش میکنم کسایی که علاقمند هستید این رو ارده بدید، الان به این شماره تلفن که همون زیر صفحه نوشته شده زنگ بزنید. الو، درود بر شما، بفهمید. الو، سلام قربان، خسته نباشید. بفهمید، در خدمتتونم آقای همایون. بله قربان. من دیشب بحث شما رو با اون آقای بسیجی شنیدم و از دیشب تا الان خیلی دگرگون شدم. بله قربان. خواستم بگم که به این آقای بسیجی می‌خواستم بگم آقای بسیجی، اگر این دخترها که خودشون رو میفروشن با پیپر بزن. بدن خودشون رو میفروشن، من به این آقا میخوام بگم که ولی شما مردان و دختران ایران رو میفروشید. این فرق، این فرق رو شما درک کنید، بفهمید که کجا وایسادید، کجای تاریخ وایسادید. عرضم حضور شما که دومین بحثی که میخوام بگم آقای همایون، مشکل ملت ایران به نظر من انقلاب کردن نیست که هر روز بریزن تو خیابون انقلاب کنن. به نظر من این طرز تفکر ملائیس رو باید از بین ببرن. اگر ملت ایران همت کنن و این نکبت رو از پیشونی خودشون پاک کنن و این اسم مذهبی رو که از فیضیه قم سرچشمه میگیره باید منقرض بشه و حتما هم منقرض میشه، تا این ملت بزرگ خرد خودشون رو اصل قرار بدن. و من فکر کنم اگر ملت به جای این مهدی، شیخ مهدی که تو قیابونا میگن، اگر شعار بدن منقرض باد، منقرض باشد ملائیسم، به نظر من زودتر به آزادی خواهند رسید. متشکرم از سپاسگزارم از شما. علی، درود بر شما، بفهمید. صبح شما بخیر. بفهمید، خواهش میکنم. بله، من چند مطلب بود میخواستم بگم. یکی اینکه ما ملت ایران ممکنه از زمان قاجار ما تملق خوب یاد گرفتیم و بت پرست، بت سازی رو خوب یاد گرفتیم. زمانی که شاه روی در کار بود، ما میدیدیم که توی این فیلم ها نشون میدن که این مثلا وزرا یا هر کس تعظیم میکنن تو کمر، دست شاه میبوسن، دست آقا یه انسان انسانه میتونن. بله، من خودم پارلمانی پادشاهی رو من ترجیح میدم، ولی دست بوسیدن یعنی چی؟ شغل اون شاه پادشاهی، شغل فرض کنین شما خبرنگاری، شغل اون دلیل نمیشه که بخواد اون دست اون ببوسه، پای اون ببوسه. این بت سازیه و بعدم همون بت رو محکم میکنن، زمین داغونش میکنن. و بعد اینه که ما متاسفانه، درست که یه عده وطن دوستن، ولی یه عده خیلی زیاد وطن فروشن. یعنی این که الان شما فکرش بکن، کسانی که دارن تو حزب توده، خب دارن برای یک کشور بیگانه دارن مملکت فروشی میکنن، دارن خدمت میکنن دشت روسیه، دارن یا اونایی که حتی آخونده که میگه امامشون میذارن بالا مینوشته زیرش میدام انگلند، اونایی که از اول نمکده میشه انگلیس داشته از طریق مذهب،
که این خمینی رو سالها اونجا تو آب نمک خوابون خورد ما داد، الان هم اون انگلیسه نمیخواد اینا ورداشته بشن، میخواد فقط یه ذره نرمترش کنه که مردم خود سکوت کنن برن تو خونه هاشون بشینن. یعنی میخوادش آدم هایی مثل موسوی و مثل اون آقای کروبی رو که نرمتر هستن، که البته هر کدوم 800 در خدمت اینا بودن، و اگر اونا حتی اگر به ریاست جمهوری میرسیدن هیچ کدوم که نمیبادن این کار رو بکنن، فقط اینا بازی جنگ بین خودشونه، میگن چرا من نشدم جای اون یکی، فقط همینه که هم. و بعدم که یعنی به گفته شما چه معنی داره که برای تولد یه انسانی بلند شدن میان تظاهرات بکنن، دستگیر بشن، گرفته بشن، به چه علت؟ آقای مادر آقای موسوی زمانی کاکلزدیش آورده تو این دنیا، به ما چه ربطی داره؟ به مردم چه ربطی داره؟ هر کی تولدش تو خونه خودش خصوصی برای خودشه، به ما هیچ ربطی نداره که تولد شاه به خودش مربوطه، تولد نمیدونم آخوند به خودش، هر کس به خودش مربوطه، این هم به خودشون مربوطه. و بعدش هم ما فکر میکنیم، فکر کنید شما کشور انگلیس، چرا اونهایی کسی نمیتونه به دستگاهی کنه به مملکتشون حکومتشون دخالت کنه، چرا ما فقط این مملکت خودمون باید اجازه بدیم؟ ملت هم که اجازه میدن، ما 70 میلیون اگه هستیم 70 رای داریم، من این آقای بسیجی یک نفره یه دونه رای داره، چه حقی داره که میاد برای تمام ملت میخواد اظهار نظر کنه؟ به اون چه ربطی داره؟ اون یه نفر آدم بره بشینه سر جای خودش یه دونه رای که داره بده. ممنون از شما، خیلی ازت سپاسگزارم، طولانی شد، باید وقت به همه برسه. الو درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. الو بفهمید خواهش میکنم. آقای شهرامی جانم بفهمید. درود بر شما. درود بر شما. آقای شهرامی این سوالی من داشتم. بفهمید. من گیج شدم، واقعا گیجم، نمیدونم. شما بعضی موقعا میگین که ساپورت بکنین موسوی و کروبی و بعضی موقعا میگین من غلط کردم که بگم ساپورت بکنین. آیا شما دارین میخواین بگین به ما سپورتش بکنین یا نه؟ ببینید، تا زمانی که شما یه اصولی رو برای خودتون مشخص نکنید دچار این اشتباهات میشید. اون چیزی که من بهش باور دارم یک اصول سرکار خانم، خواهش میکنم شما رو خط باشید، اگر قانع شدید قطع کنید لطفا، اگر نشدید ادامه بدید. ببینید، من و شما یه اصولی داریم، این اصول ما میگه آقا ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، پس هر حرکتی که در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی باشه من و شما هم باهاش همراهیم. خب اما اگر این حرکت، یعنی حرکت مخالفت با جمهوری اسلامی، یه بچه هم همراهش باشه که این بچه یک ویروس سرطانی بخواد تو جامعه تقسیم بکنه، اونجا من و شما باید راهمون رو جدا بکنیم. من هیچ وقت، سرکار خانم محض اطلاع شما عرض میکنم، من هیچ وقت در همه عمرم به کسی توصیه نکردم از یک آدمی رهبری یا یه آدمی رو مورد حمایت قرار بدین. من راجع به اصول حرف میزنم. اگر آقای موسوی، اجازه بدید بذید عرضم تموم شه، اگر آقای موسوی اعتراض کرده به انتخابات، بله ما هم اعتراض داریم، ما با هم همراهیم. اگر آقای موسوی بیاد بگه من خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی هستیم، ما میگیم نه خیر ما نیستیم. ببین، اشکال کار ما در طول تاریخ همیشه همین بوده، ما یه آدمی رو دوست داشتیم یا از یه آدمی بدمون میومده، از اون آدمی که دوست داشتیم عیباش هم هیچ وقت نمیدیدیم، همیشه همه چیزش برامون خوبه. اگر یه آدمی هم باهاش بد باشیم همه چیزش برامون بده. من اینجوری نیستم، من با چیزای خوبی که در یه آدم پیدا کنم خوبم، با اون چیزای بدش هم بدم. خب من... آقای موسوی چی قربون؟ آقای موسوی چیش خوبه؟ بعدیشو بعدیاشو میدونم. حالا اجازه بفهمید، آقای موسوی آمده اعتراض کرده به آقای احمدی نژاد، تو همین اندازش باریکلا دست تموم شد. بله تو همین اندازه، ما توقعی نداریم. بیدید ما احمدی نژاد خب اصلا خود کلیه من و شما هم اینجوری فکر میکنیم. ببین عزیزم گوش بده، عزیزم گوش خانم گوش بده برای موسوی اینجوری دوتا انگوش میزنیم، برای شما که این حرفا رو الان داری میزنیم با کف دست میزنیم. عرض من اینه، ما هیچ که شما فکر میکنیم که بنده که مثلا اومدم رو خط یا کسان دیگه که میایین رو خط فقط تف دست رو میدونیم،
نه من یه چیزی سرمون میشه آقای شهرام همایون، اینجوری قضاوت نکنید. مگه من چی گفتم خانم؟ من چجوری قضاوت کردم؟ شما این کف دست، من میگم به اندازه دو تا انگشت. خانم عزیز عرض میکنم برای موسوی به از 100 تا امتیاز دو تا امتیاز قائل میشیم، برای شما 25 تا امتیاز، برای آقای ایکس. ولی آدم ها رو ما نفیشون نمی کنیم، ما مطلقا نمی. شما الان موسوی بهتر یا احمدی نژاد؟ هیچ کدوم بد نیستن؟ ببین اصلا جمله رو توجه نمی کنی. من میگم کدوم بدتر، شما میگی هیچ کدوم. همشون بدتر هست. نه ببین، این جور نگاه کردن معذرت میخوام، خیلی ازت معذرت میخوام، ما رو به جایی نمیرسونه. ما باید یاد بگیریم سرکار خانم، آدم ها رو به صرف اینی که یه آدمی هستند، یه اسمی دارن قضاوت نکنیم. اگر آقای موسوی آمد یه تابلو نقاشی قشنگی کشید، نگیم چون اینو موسوی کشیده. این فرهنگ ما ایرانی هاست متاسفانه. با عروسمون بدیم، بهترین قیمه دنیا رو هم درست بکنه باز ازش ایراد میگیریم. راست میگم یا دروغ میگم؟ چون عروسه درست کرده. با مادر شوهرمون بدیم، هزاری هم به ما محبت بکنه باز ما این محبت شد پای دشمنی میذاریم. بابا به خدا این غلطه. چیز خوب و خوب ببینید، چیز بد و بد ببینید. مصدق یه چیزایش خوبه یه چیزایش بده، شاه یه چیزایش خوبه یه چیزایش بده. خوبیاشو بگید خوب، بدیاش رو بگید بد. ما نگاه کنید، مطلقا یه عده میگیم شاه آقا بد، یه عده میگیم آقا خوب. عده وسطمون کجا رفته؟ بابا موسوی رو نه بد بد بدونید، نه برای جشن تولدش بیاد تو خیابون. تو رو خدا تو اندازه خودش قضاوت بکنید. عرض درود بر شما، بفهمید. الو سلام، در خدمتتونم. بفهمید، خواهش می‌کنم. احوالشون؟ ممنونم. من می‌خواستم در کمال صداقت و صراحت جلوی دوربین شما این جواب سوال منو بدین. یعنی که الان شما کی هستید؟ اجازه بده شما کی هستید که اینجوری از من پرسش می‌کنید؟ چرا این حقو برای خودتون قائلین؟ آقای همایون من حامد هستم. اصلا هر کس برادر من باشه عزیزم، ولی این طرز صحبت کردن خیلی خیلی بدم بعد شما اینجوری عزیزم از آمد. شما باید الان از من معذرت بخوای. شما الان باید از من معذرت بخوای. تو معذرت نخواهی نمیذارم حرف بزنی. به چه مناسبت اینجوری با من حرف میزنی؟ شما کی هستی که با من اینجوری حرف میزنی؟ حامد نباش، بابای من باش. حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. کی این حقو برای شما قائل شده اصلا؟ اینه که میگم ما باید از یه پرنسیپ هایی پاسداری بکنیم. شما نباید به خود اجبه حق بدی به کسی باهات توهین آمیز برخورد بکنه، اونم اینجوری. خواهش میکنم شما خیلی صادقانه جلوی دوربین بگید، یعنی همه حرفایی که زدی ناصادقانه است. الو بفهمید. الو بفهمید. درود بر شما آقای همایون. بفهمید خواهش میکنم. کوروش 56 هستم از نروژ. کوروش 56 عزیز از نروژ، درود بر شما. خوبه شما جا همایون، والا به اعصاب خیلی قوی داری. من که پای تلویزیون نشستم اعصابم داغون شد. جونم از کنم که جاوهایون پول جان. باید جمع بکنیم آخه، نون که نمیشه هر کی میاد بیاد نون ست صحبت بکنه بعدم همه کارشناسی معلوم، بعد هیچ کس نمیخواد قبول بکنه که قضیه چیه. من پیشنهاد میکنم اول وصل کنیم به هر کسی که میخواد تلفن بزنه به برنامه، اول به چیز زنگ بزنه مارکتینگ $10 بگیرم ازش، بگو خط زنگ بزن، رو خط صحبت بکنه. کوروشان خیلی ازت ممنونم، ولی نه این راه حل خوبی نیست برای اینی که همه این تلاشی که من دارم میکنم شما میکنی کوروشان، بقیه دوستان میکنن، برای اینکه همه اشخاص از کجا من بدونم هر کی میخواد حرف بزنه حتما اون $10 رو داره. نه این نباید این دو تا رو به هم ربط بده. اما یه مژده براتون دارم، الان به من گفتن که دوستانمون از زرابخانه تماس گرفتن، امروز و فردا رو هم اکستند کردن، اضافه کردن. اون 69 تا سکه رو میتونی بذاری 69 تا، امروز و فردا هم فرصت دادن که میتونید اون 69 تا سکه رو به قیمت $349 چون 69 تا مونده بود
الان از صبح خدا شده تمام بچه های مارکتینگ هی اومدن گفتن آقا مردم هی میگن چی؟ ما گفتیم که نمیتونستیم، خوشبختانه الان جواب دادن، الان جواب دادن. و خواهش میکنم دوستانی که بله 69 تا سکه رو میتونن به قیمت 349 دلار خریداری بکنن، فقط هم امروز و فردا. الان درود بر شما، بفهمید. بفهمید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم آقای همایون، درود بر شما. و واقعا چرا اونجا شش کردم؟ درود دوباره برای صبر و شکیبایی شما. من فقط یه چند تا پرسش از اون خانمی که سه بار تا به حال به شما تماس گرفتم و طرفداری از این منشور آقای موسوی میکنم، فقط دو سه مورد اجازه به من بدین. بفهمید خواهش میکنم. از این خانم سوال کنم. بفهمید خواهش میکنم. اینو به من توضیح بدم. من میخواستم از ایشون سوال کنم، آقای موسوی در دورانی که نخست وزیر بودن در دهه 60 که ما همه به یاد داریم که بیشترین کشتار جوانان ما تو زندان ها ایجاد شد و ایشون در اون موقع نخست وزیر بودن، آیا اون موقع منشوری دادن یا اینکه از صحبتی کردن؟ و بعد از ایشون هم باز هم دوره آقای کهروبی که ایشون هم مدت ها رئیس مجلس بودن و این قوانینی که می رفت اونجا، قوانین سنگسار، اعدام و غیره و این چپاول در اونجا تصویب می شد با الله اکبر گوان آقای کهروبی، آیا اون موقع هم ایشون هم منشور می دادن بیرون یا اینکه سکوت می کردن؟ و بعد از ایشون آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری ایشون که ما شاهدیم قتل‌های زنجیری، تمام متفکرین و دانشمندا و شخصیت‌ها و پرتاب دانشجوها از خوابگاهشون، ایشون هم در اون موقع ریاست داشتن، ریاست جمهوری رو داشتن، آیا به جز لبخند کاری دیگه ایشون می‌کردن؟ و تمام اینها در صدر این آقای رفسنجانی و فرمانده کل این آقای رفسنجانی در طول این 30 سال آیا یک بار اینها اعتراض کردن که حالا خانم اینجوری دفاع میکنن از این منشور و به یک نوعی میخوان توجیه کنن اینو که نه این اینجوری نیست، انتخابات و فلان نیست؟ یه خود بهتر انصاف داشته باشه این خانم. و این که بنده هم این خانم به خوبی میشناسم، شوهرشون هم میشناسم، اگر مطمئنم که آقای همامون اعزه نمیدن من اسم ایشون رو معرفی کنم، اسم شوهرشون رو معرفی کنم با مشخصات، ایشون رو من به کاملا میشناسم، در مونترال کانادا هستن، ولی فقط توجیهن به دلیل این که ایشون بشناسن بهشون یادآوری میکنم، اگر یادشون باشه در اولین تظاهرات اعتراضی به خاطر انتخابات که ایشون با پرچم سبز، یعنی پیرهن سبز و جزء سبزها با پرچم جمهوری اسلامی تشریف آورده بودن در تظاهرات با همون گروه دانشجو، که چون ایشون هم و شوهرشون هم دانشجو بورسیه هستن و ایشون اومدن با پرچم جمهوری اسلامی، که یک شخصی در اونجا تنها کسی که اعتراض کرد به این پرچم جمهوری یک شخص واقعا ایرانی بود و رفت جلوی پرچم نشست، اعتراض کرد و پرچم شیر و خورشید روی دستش بلند کرد و این آقایون دانشجوی بورسیه ها رفتن ایشون رو کتک زدن، ولی با تمام این تفاضل ایشون پرچم جمهوری اسلامی رو به زیر کشید و پرچم شیر و خورشید رو بلند کرد و براش پلیس آوردن و خوشبختانه پلیس اینجا همون طور نیست که همطوری بگیره، پلیس هم هیچ کاری انجام نداد و گفت ما هیچ ربط نداره. اینو توضیحا خواستم به این خانم بگم که ایشون دقیقا بدونن که شناخته شده هستن و خوشبختانه حرکت اون آقایی که پرچم شیر و خورشید بلند کرد و اینا رو تارومار کرد، این بیعتی شد که دیگه در تظاهرات بعدی در این شهر به خصوص این آقایون بورسیه و بقیه دیگه پیداشون نشد و رفتن و معلوم نیست کجا رفتن. اینو توضیحم فقط میخواستم بگم. درود به شما آقای همایون، درود بر شرفتون، زنده باد ایران،
زنده باد پرچم شیر خورشید نشان ایران. ممنونم از شما، خیلی ازتون سپاسگزارم. علی درود بر شما، بفهمید. علی بفهمید، خواهش میکنم. میخواستم با آقای همایون صحبت کنم. من همایون هستم، در خدمتتونم، بفهمید، خواهش میکنم. اصلا که برای همیشه میخوام این مسئله فکر میکنم، این مسئله موسوی و کروبی رو بفهمید دیگه. وقت شما اینقدر کمه و اینقدر حرفاتون ارزشمنده که وقتا ارزشمنده دارید که بزنید، اینو فراموش کنید، مسئله جدیدی بیارید. 100% با شما موافقم، 100% با شما موافقم. خیلی ازت ممنونم. علی درود بر شما، بفهمید. درود بر شما جناب همایون، بفهمید، خواهش میکنم. باور کنید از وقتی که اون استاد دانشگاه و اون دانشجو رو نشون دادید، من فقط گریه میکنم. این رژیم سقوط اخلاق ببینید تا چه حد. کی در گذشته اینجوری بودش؟ کی ما در گذشته اصلا نشنیده بودی؟ من به عنوان یک مادر بزرگ واقعا واقعا متاسفم برای اون دختر خانم عزیز من. درسش نمیخونه، اون وقت قند به پستی میده آقای همایون، هر چیزی به جای. خیلی من واقعا متاسف بودم، عذر میخوام. وقتی گفتم فقط گفت دلم طاقت نیاورد تاثیر خودم رو نگم. ممنونم، بزرگواری فرمودید، خیلی سپاسگزارم. علی درود بر شما، بفهمید. آرام و سلامت کردم. درود بر شما، بفهمید. من زن 2 دقیقه صحبت کنم به عنوان ایرانی. بفهمید، 2 دقیقه حتما، 2 دقیقه رو میتونید صحبت کنید چون وقتمونم کوتاست. بفهمید، خواهش میکنم. آرام، من واقعا دیدم که ما چقدر مردم خامی هستیم توی این مسائل، واقعا خام هستیم. آقای موسوی یک شخصی هستن که 30 سال این صحبت هایی که الان دارن میکنن، از آن سال صحبتی نمیکنن، به قول شما صحبتی نمیکنن، اومدن حرفشون رو خوردن، خواستن به قول معروف بشن رئیس جمهور ما، حرفشون رو خوردن برای اولین بار، تازه فهمیدن که چقدر سخته که حق یکی رو بخوری. حق ما رو 30 سال خوردن، صداشون در نیمده. یک بار اومدن اینجا رئیس جمهور شن، آقا اجازه ندادن رئیس جمهور شن، تقلب کردن، هر کوفتی بوده حقشون رو خوردن. حالا ایشون تازه به خودش اومده که چقدر واقعا مشکله با پسر، حق ما رو خوردن، حالا باید بریم بجنگیم. آقا عزیز میخوای بجنگی، یا برو صف جلو مثل بچه هایی که داریم میبینیم تیر میخوام، یا برو بجنگ به عنوان ایرانی. اگر امروز شما آقای همایون فکر میکنید آقای موسوی، کروبی، هر کدوم اینایی که 30 سال خون مردم رو تو به قول ما رو شیشه کردن، بهشون میگم آقای موسوی شما فردا رئیس جمهور نخواهی بود، میخوای بجنگی بیا بجنگ. شما فکر میکنی میمد میجنگید الان خودشو تو خطر مینداخت؟ خدایی فکر میکنی میکرد؟ نظر شما اینو میجنگید؟ نه. حالا عرض میکنم ازم، خیلی ازت سپاسگزارم. من ممنونم. تعدادی از دوستان، کوروش 56، اشرف نازنین، مادر بزرگ آیده، تانیا از آلمان، هوشنگ از شمال کالیفرنیا، رضای نازنین من از وین، فاطمه ساد، اینها یا سکه خریدن یا کمک کردن. همونطور که میدونید این بخش اول برنامه ماست، بخش دوم برنامه ما بعد از خبر خواهد بود و خواهش میکنم حتما حتما بینندگان بخش دوم رو امروز که 1 ساعت دیگه آغاز خواهد شد تعقیب بکنید. 1 ساعت دیگه من برمیگردم، با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه بخوام برم، توجه همتون رو جلب میکنم. ببینید این که آقای موسوی چی میگه، این که آقای کروبی چی میگه، این که آقای خامنه‌ای چی میگه، این یه بحثه. اینی که من و شما کی هستیم و چیکار میکنیم یه بحثه. آخه بابا همتون نشستید هی انگوش میگیرید که اونا چیکار میکنن، شما چه میکنید؟ شما کجا هستید؟ هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. این ما هستیم یعنی چی؟ بیایید ببینید ما چگونه هستیم. مهم نیست شما چند سالته. من خیلی از مسائل رو هنوز جلوی دوربین نمیتونم به شما بگم، ولی امیدوارم یه روزی این فرصت به وجود بیاد و من این حرفا رو بتونم به شما بزنم. حالا اولین گامی که ما شروع کردیم اینه، خانم و آقایون، یک تلویزیون قدرتمند که فردا خبرش، حرفش بتونه در جریانات ایران تأثیر گذار باشه، میخواییم با همدیگه درست بکنیم. هر کی، همه این سکه فروختن، پول جمع، همه اینا بهانه است برای انجام این من. چرا این رو هم بیشتر از همه تارگت میکنن و بهش حمله میکنن؟ برای اینکه نذارن من و تو قدرتمند بشیم. یکی از راه‌های این کار
الان گفتاری است که آقای باقری در ادامه حرفای من با شما خواهند زد. خواهش میکنم اون کسانی که میتونید از این جهت، خیلی هم ساده است، خودتون رو آزمایش میکنید که چی تو وجودتون هست. خواهش میکنم به اظهارات آقای باقری توجه بفرمایید. بعد خبر خواهد بود، بعد از خبر دوباره من میام و در خدمت شما خواهم بود. خواهش میکنم آقای باقری. با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون، دوستان عزیز، ما در ادامه برنامه‌هایی که برای جذب آگهی‌های غیر ایرانی در تلویزیون کانال یک داشتیم و داریم که بسیار هم موفق بوده این پروژه برای ما، همه اینها به دلیل حمایت‌های شما بوده و دونسته جایگاه ما رو در بین تلویزیون‌های آمریکایی در جای خوبی نگهداره و به این ترتیب ما هر روز میتونیم آگهی‌های جدیدی بگیریم و تأمین هزینه‌های تلویزیون رو بکنیم. علاوه بر این که خب شما با تماس با این کمپانی‌ها برای سفارش حالا خدماتی اگر هست، محصولی هستش، ما رو حمایت میکنین. در ضمن محصولاتی هم که اینا ارائه میکنن، محصولاتی است استثنایی و توی شرایط ویژه‌ای که به درد شما بسیار بسیار میخوره. امروز میخوام راجع به یک کمپانی بسیار بزرگی در آمریکا صحبت کنم به نام لایف لاک، که این کمپانی در حقیقت حفاظت میکنه شما رو از جرائم کردیتی. توضیح هم اینه که میدونید که در آمریکا مهمترین چیز برای هر فرد داشتن کردیت خوبه، حتی از داشتن پول کردیت مهمتره. شما اگه کردیت داشته باشید هر کاری در آمریکا، بیزینسی، خرید خانه، نمیدونم تحصیلات، خرید ماشین، هر چی رو میتونید انجام بدید به راحتی، ارزانتر، راحتتر، ولی اگر نداشته باشید دچار مشکل میشید. خب میدونید به همین دلیل هم در حقیقت کسانی که جرائم کردیتی میکنن بسیار زیاد هستن و تمامشون سعی میکنن یه جوری کردیت شما رو، حالا چه شماره سوشیال سکیوریتی تونه یا شماره کردیت کارت تونه یا حتی ایمیلاتونه یا شماره های حساب بانکی تونه، لون خونه تون، اینا به دست بیارن که روش سوء استفاده هایی بکنن. وقتی هم که این شماره ها و این کردیت ها دستشون میفته و استفاده میکنن، شما تا بخواید برگردید سر جای اولش بسیار بسیار براتون مشکله. پول زیادی از دست میدید، کردیتتون رو از دست میدید، نام خوبتون رو از دست میدید و خیلی طولانی است. کسانی که اگر برخورده باشن به این جریان میدونن که چقدر ضرر میکنن و چقدر طولانی هستش. کمپانی هایم هستن که میگن ما مانیتور میکنیم شما رو، ولی اولین گزارشی که به شما میدن 60 روز بعد از اینکه اتفاق افتاده است، یعنی شما همه چیتون از بین رفته، دوباره برای اینکه کردیتتون درست شه، پولتون برگرده، اینا شاید بیشتر از یک سال طول میکشه تا به جای اول برگرده. این کمپانی لایف لاک کمپانی بسیار بزرگ و معظمی هستش که 24 ساعته ثانیه به ثانیه شما رو داره مانیتور میکنه و قبل از اینکه اتفاقی برای شما بیفته جلوی جرم رو میگیره، نه بعدن، بلا فاصله هم همون زمان یا به موبایلتون یا به لپتاپ شخصیتون یا کامپیوترتون بلا فاصله آلرت میده که داره همچین اتفاقی میفته و ما جلوشو گرفتیم. این کمپانی 1,000,000 دلار شما رو بیمه میکنه برای اینکه اگر هر اتفاقی براتون بیفته خسارت شما رو پرداخت بکنه. 60 روزم مجانی به شما این خدمات رو میده. اگر دوست داشتین، خوشتون اومد، به دردتون خورد، ادامه بدید. در ضمن یه هدیه هم براتون میفرسته، یه شردر، یک دستگاه خردکن کاغذ و مدارک هم برای شما میفرسته به صورت رایگان که خودش نزدیک 30 دلار قیمتشه، که اونم هدیه شماست. اگر نخواستین برگردونی اون هدیه میمونه پیش شما. خیلی هم خدماتش ارزونه، در سال برای شما 110 دلاره، یعنی اگه ماهیانه بخواید ماهی 10 دلار کافیه بدید. 60 روزم مجانی بهتون میدن. اگر دیدید خوبه، به دردتون میخوره، استفادهش بکنید. اگر نه، قطعش کنید، یک پنی هم شما چارج نمیشین. میتونین بچه‌ها، کودکان، بچهای زیر 18 سالتون هم به همین برنامه پیوند بدید. برای اونا روزی ماهی 2.5 دلار پرداخت میکنید. میدونید خب بچه‌ها برای اینکه تو اینترنت میرن خرید میکنن، اینا تا زیر 18 سال خیلی باید مواظبشون بود و اگه مشکلی براشون پیش بیاد شما هم دچار مشکل میشید. با ماهی 2.5 دلار میتونید اونا رو هم به پروگرام خودتون پیوند بزنین و میگم 60 روزم امتحان کنین. اگر دوست داشتین، به دردتون میخورد، ادامهش بدین. کمپانی لایف لاک
این کمپانی هستش که تمام کردیت شما رو، سوشیال سکیوریتی تون رو، حتی ایمیل های بیزینسی تون رو، لون تون رو، شماره حساباتون رو همه رو تحت پوشش قرار میده 24 ساعته 7 روز هفته و مواظبه که هیچ خسارتی به شما نخوره. 60 روز هم مجانی امتحان میکنید، اگر دوست داشتید این بعدن پولش رو پرداخت میکنه، اگر نه هیچ پولی هم پرداخت نمیکنید، هیچ مسئولیتی هم ندارید. اگر شما الان زنگ بزنید به آگهی که میبینید بعد از صحبتهای من و سفارش بدید، نه تنها یک، چون همه ما میدونیم ما با بیمه زیاد آشنا نیستیم در حقیقت، ما ها فکر میکنیم که اگر بیمه ماشینمون رو داریم هر سال میدیم خود تصرف نمیکنیم، چیزی از دست دادیم، یا اگر بیمه سلامتی میدیم و بیمار نمیشیم چیزی از دست دادیم، در صورتی که اصلا اینطور نیست. یک بار در زندگی اتفاق میفته و اون یک بار امیدوارم که ما توانایی تامین خسارات رو داشته باشیم. همین الان زنگ بزنید، علاوه بر اینکه خدمات خوبی از این کمپانی رو استفاده میکنید، در ضمن تلویزیون کانال یک رو هم به این ترتیب حمایت میکنیم. ما 10 نفر رو میخواییم که زنگ بزنن و از این خدمات این کمپانی استفاده بکنن که بتونیم برای مدتی آگهیشون رو داشته باشیم. همین الان لطف کنین اگر مایل هستید که از این خدمات استفاده کنین، و اگر بیشتر از اون، حتی اگر نمیخواین ولی میخواین تلویزیونتون رو حمایت بکنید، با ماهی 10 دلار، یعنی 110 دلار برای یه سال میدید. تازه بعد از 60 روز هم اگر دوست نداشتین میتونین کنسلش بکنین. الان زنگ بزنین تلویزیونتون رو حمایت کنین، از یک خدمات خوب یک کمپانی بزرگ هم استفاده بکنین. You are you. You're also your social security number, your credit card numbers, the email in your inbox. You're even the equity in your home. To a criminal, getting his hands on just one tiny piece of you, even just your name, can be enough to steal your credit, your money, and your good name. That's why you need LifeLock to help protect you. LifeLock is the leader in proactive identity protection. We aggressively patrol your identity every second of every day by actively monitoring your personal information to help protect you from identity theft before it happens. Credit monitoring alone is not enough to protect your identity and only tells you after the fact, sometimes as much as 60 days later, that your identity has been stolen. By then, the damage to your credit, your good name, and your life has already been done. With LifeLock, as soon as we spot a threat to your identity within our network, our advanced LifeLock ID alert system notifies you, helping to protect your identity before you become a victim. And because no one can stop all identity theft, if the criminals do manage to steal any of what makes you you, LifeLock is there to help make you whole again with our $1 million total service guarantee and a 24/7 support staff that will fight to restore your good name. All it takes is for the criminals to get a hold of just one piece of your personal information, and they can wreak havoc on your life. Get the protection you need right now with one call to LifeLock. Call now and try LifeLock free for a full 60 days. If you're not completely satisfied, notify LifeLock and you'll never pay a cent. Order now and also get this document shredder to keep your personal documents out of the wrong hands. A $29 value free. Just mention Life60. Call 1-800-617-5872 or go to LifeLock.com. Try LifeLock risk-free for 60 days, plus get this document shredder free. Just mention Life60. Call 1-800-617-5872 now. LifeLock service guarantee cannot be offered to residents of New York. You are you. You're also your Social Security number, your credit card numbers, the email in your inbox. You're even the equity in your home. To a criminal, getting his hands on just one tiny piece of you, even just your name, can be enough to steal your credit, your money, and your good name. That's why you need LifeLock to help protect you. LifeLock is the leader in proactive identity protection. We aggressively patrol your identity every second of every day by actively monitoring your personal information to help protect you from identity theft before it happens. Credit monitoring alone is not enough to protect your identity and only tells you after the fact, sometimes as much as 60 days later, that your identity has been stolen. By then, the damage to your credit, your good name, and your life has already been done. With LifeLock, as soon as we spot a threat to your identity within our network, our advanced LifeLock ID alert system notifies you, helping to protect your identity before you become a victim.
And because no one can stop all identity theft, if the criminals do manage to steal any of what makes you you, LifeLock is there to help make you whole again with our $1 million total service guarantee and a 24/7 support staff that will fight to restore your good name. All it takes is for the criminals to get a hold of just one piece of your personal information, and they can wreak havoc on your life. Get the protection you need right now with one call to LifeLock. Call now and try LifeLock free for a full 60 days. If you're not completely satisfied, notify LifeLock and you'll never pay a cent. Order now and also get this document shredder to keep your personal documents out of the wrong hands. A $29 value free. Just mention Life60. Call 1-800-617-5872 or go to LifeLock.com. Try LifeLock risk-free for 60 days, plus get this document shredder free. Just mention Life60. Call 1-800-617-5872 now. LifeLock service guarantee cannot be offered to residents of New York.